شب‌های هنر و ادب بریزبن شهاب تقدیم می‌کند. شب رودکی، شعر، موسیقی، آواز، سخنرانی و دکلمه. شنبه 17 فوریه ساعت 5 عصر، سالن سینمای دانشگاه گریفیث، نیتن کمپس. شهاب، شب‌های هنر و ادب بریزبن، انجمنی از ایرانیان دوستدار فرهنگ، هنر و ادبیات پارسی است که برای شناخت و گسترش این گنجینه‌های گرانقدر تلاش می‌کنند. این گروه هر سه ماه یک بار بزرگداشت یکی از شاعران پرآوازه ایرانی را به همراه برنامه‌های هنری گوناگون شامل موسیقی، نمایش و مانند آنها برگزار می‌کند. شهاب بدون هیچ انگیزه مادی و تنها با عشق به فرهنگ، هنر و ادب پارسی می‌کوشد تا جایی باشد برای تبلور و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های ایرانیان ساکن کوینزلند. اعضای این گروه در هر سطح ادبی و هنری، از کارشناس و حرفه‌ای تا هنرمندان تازه‌کار، دوش آدوش یکدیگر برای افراشتن پرچم هنر و ادبیات ایران ایستادند و با آغوش باز پذیرای همکاری دوستداران ادب پارسی هستند. امید است که با همراهی هم‌میهنان گرامی، این گروه بتواند در راستای گسترش این سرمایه‌های فرهنگی گام‌های بلندتر و پرشورتری بردارد و این میراث پرگوهر به شایستگی به آیندگان سپرده شود. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. آن بزرگوار خداوند، جان گرامی به جانش اندر پیوند. دایم بر جان او بلرزم، زیراک مادر آزادگان کم آرد فرزند. از ملکان کس چنو نبود جوانی، راد و سخندان و شیرمرد و خردمند. کس نشناست هنوز که کوشش او چون،
خلق نداند همی که بخشش او چند. هر که سر از پند شهریار بپیچید، پای طرب را به دام گرم درفتند. کیست به گیتی خمیر مایه ادبار؟ آن که به اقبال او نباشد خرسند. آخر شعر آن کنم که اول گفتم، دیر زیاد آن بزرگوار خدا. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی سمرقندی، زاده اواسط قرن سوم هجری قمری 244 قمری، از شاعران ایرانی دوره سامانی است. او استاد شاعران آغاز قرن چهارم هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده است و به روایتی بعدها کور شد. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری امرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمرش به زادگاهش بنوج رود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. درود عرض میکنم خدمت همه شما خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید و گروه شهاب بسیار خوشحاله که یک بار دیگه میزبان شما نازنینان هست. اجازه میخوام همین اول برنامه، چون معمولا اینقدر اواخر برنامه شلوغ میشه که ما نمیرسیم تشکر و قدردانی اونطوری که شایسته هست انجام بدیم، من اول برنامه از عزیزانی که ما رو یاری کردن در برگزاری امشب تشکر بکنم. آقای دکتر محمود نکویی که مثل همیشه با عشق در شبهای شعر بزرگ دارم و برگزار کنم و بدون هیچ توقعی این کار انجام میدن. از شهره دودمان تشکر میکنم که صحنه آرایی و خیلی تشکر. از آقای محسن لیلکویی که همیشه با همیشه با نظراتشون بسیار سازنده هست کارهاشون در گروه. از آقای بوتن هویت دوست تشکر میکنم که مورد به مورد مطالبی که اینجا اجرا میشه رو ایشون کارشناسی میکنن و در اجرای بهترش میکوشند همیشه و خیلی ازشون متشکر هستیم. از محشید وحیدپور نازنین تشکر میکنم که بیرتر برنامهشون رو اجرا خواهند کرد. یک تشکر بسیار بسیار ویژه دارم از آقای عزیزی کوتنایی که از ملبورن تشریف آوردن امروز و مستقیم از فرودگاه اومدن. خواهش میکنم به افتخارشون دست بزنید. از دکتر علیرضا منصوریان و آقای دکتر کامیز دارا که همیشه شهاب رو از هنرشون بی‌بهره نمیذارن، واقعا سپاسگزارم. البته خانم قارداش هم قرار بود که تشریف بیارن، شما رو همراهی بکنن، بله بگن که گویا مریض شدن و نمیتونن تشریف بیارن. از آقای دکتر عباس فیروزآبادی بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو آقای دکتر دیروز جراحی داشتن، یعنی تاریخ جراحیشون جابجا کردن که امروز ما بتونیم در خدمتشون باشیم. خیلی سپاسگزاریم. از آقای مهدی کاشی ساز تشکر میکنیم که دیرتر از هنرشون بهره خواهیم برد. و جناب آقای دکتر جلیل دوستخواه نازنین که بسیار سپاسگزار هستید که شما این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید و از دریای دانشتون ما رو بی‌نصیب نخواهید گذاشت. بله آقای دکتر دوست خواهم، اگر که امکان براتون داره تشریف بیارید جلو بشینید. بله خیلی ممنون.
خیلی غریب افتادید اونجا. از بچه های کانون دانشجویان ایرانی دانشگاه گریفیث تشکر میکنیم که همیشه ما رو کمک میکنن برای گرفتن سالن. از رادیو منو بشنو، رادیو همراه، فروشگاه پرشین استار که برای بخش پذیرایی اسپانسر هستن و همینطور از آقای مازیار کاظمی تشکر میکنیم که لحظات امشب رو به افتخارشون خواهشون آقای مازیار همیشه که امشب اتفاق افتاد خواهد افتاد رو ایشون ثبت و ضبط خواهند کرد. خب دعوت میکنم از آقای هوتن هویت دوست، کارشناس ارشد ادبیات فارسی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران که تشریف بیارن. البته ایشون افتخار شاگردی استاد شفیع کدکنی رو هم داشتن. امیدوارم درست گفته باشم اون چی که گفتم. بله، به افتخارشون خواهش میکنم. سلام به همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. رودکی چنگ گرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. درود و آفرین میگم به همه شما عزیزان که اینجا تشریف دارید برای بزرگداشت این نام بزرگ، این شخصیت بزرگ. و خیلی باعث خوشحالی منه که اینجا در این جمع عزیز در خدمت شما عزیزان باشم. به قول استاد رودکی، هیچ شادی نیستن در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. از اینکه در جمع شما دوستان پرهنر هستم به خود میبالم و امیدوارم که نشسته خوبی رو داشته باشیم. خب من سعی میکنم که ساعت رو از اونجا داشته باشم که ظرف تا ساعت 6 حرفم رو تموم بکنم. حرف خیلی زیاده مطلب راجع به رودکی، به خاطر اینکه شناخت رودکی بسیار حساس و بسیار دقیقه. من میخوام از لقب رودکی شروع بکنم و اینو بررسی بکنیم که چرا ما همچین اسامی بزرگی رو به رودکی نسبت میدیم. رودکی به دو صفت ویژه شناخته میشه، یکی پدر شعر فارسی هست و دیگری استاد شاعران. خواهیم ببینیم دلیل اطلاق این دو صفت به رودکی چی هست. این تصور گاه به وجود میاد که ما وقتی که در تاریخ ادبیات به عقب حرکت میکنیم به آخرین شاعری که میرسیم رودکی هست که دیوان شعری داره رسماً، بنابراین او رو اقدم شعرا میدونیم، بنابراین یک حرمت خاصی رو میخوایم برای ایشون قائل بشیم، پس به ایشون لقب پدر شعر فارسی میدیم. ولی ماجرا این نیست، ماجرا بسیار فراتر از این هست و جایگاه رودکی بسیار والاتر از این حرف هست. پیش از هر چیز دلم میخواد که راجع به یک حسرت بزرگ صحبت کنم و اینکه هر موقعی که ما از رودکی صحبت میکنیم حتما جای آن است که خون موج زند در دل لعل به قول حافظ. این دیوان رو وقتی آدم میخونه واقعا گریش میگیره. از اینکه میدونید شما عزیزان که ما حدود 1% از اشعار رودکی رو امروز فقط در دست داریم. یعنی رودکی که یکی از پرکارترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی است، چیزی بیش از 1000 بیت ما امروز از او در دست نداریم. و وقتی که این دیوان رو میخونید ورق میزنید گاهی میبینید که چطور یک بیتی تا وسطش نوشته شده و بعد دیگه نقطه چینه و اون جاییست که سوخته کتاب و بیش از اون نبوده که ما بتونیم ببینیم. از هر شعری میبینید 1 بیت 2 بیت فقط باقی مونده، بعضی اونها نصفه. و واقعا نمیشه که هر بار من دیوان رودکی رو میخونم نمیتونم تمرکز کامل روی اون مطلب داشته باشم، انقدر که این ماجرا دردناکه. و من فکر میکنم که ما حسرتی بزرگتر از این در ادبیاتمون نداریم، از اینکه
ای کاش که ما دیوان رودکی رو داشتیم. از همون 1% که باقی مونده چند تا نکته بهتون بگم. اول اینکه بیشترین میزان تنوع اوزان شعر فارسی در دیوان رودکی است، در همین 1000 بیت باقی مانده، یعنی 35 وزن مختلف رو رودکی این استاد شاعران کار کرده که ما توی همین چند مختصری که از دیوان اون باقی مونده میتونیم رو ببینیم. اما چرا رودکی پدر شعر فارسی است و استاد شاعران؟ این رو از دو منظر میخوام بررسی کنم و بهتون نشون بدم. اولا اینکه ما در بررسی قالب‌های مختلف شعر فارسی، یعنی ما مطرح‌ترین قالب‌های شعر فارسی که داریم شامل رباعی میشه، مثنوی هست، قصیده است، غزل و قطعه. در هر این 5 مورد من میخوام نشون بدم که چطوری رودکی بسیار تأثیرگذار بر بزرگترین شاعران در هر کدوم از این قالب‌ها. اینو به شما توضیح خواهم داد. چقدر رودکی بر شاعران مختلف تأثیرگذار بوده. و دوم اینکه چگونه شعرش با وجود گذشت 1000 خورده سال، 1100 سال، نزدیک 1200 سال، همچنان شعرش جزء منتخب اون قالب‌های مذکور هست. یعنی ما اگر تاریخ رباعی رو بررسی بکنیم، نه تنها تأثیر رودکی رو بر همه رباعی سرایان می‌بینیم، بلکه وقتی بخوایم گزیده‌ای از رباعیات تاریخ ادبیات رو جدا بکنیم، گزینش بکنیم، حتما از رودکی در اون گزیده وجود خواهد داشت. گزیده قصائد همین گونه هست و تأثیرش بر قصیده سرایان، غزل همین گونه است، مثنوی همین گونه است. و این رو می‌خوایم با هم ببینیم. و اینکه چطوری رودکی خودش رو به حافظه جمعی مردم تحمیل کرده. به قول استاد بزرگوارم دکتر شفیع کتکنی، هیچ معیاری مهمتر از این نیست که شاعر چقدر خودش رو بتونه به حافظه جمعی مردمش تحمیل بکنه و اون شعر به حافظه مردم سپرده بشه. اون یعنی اون شعر خالص بوده، از درون جامعه در اومده و درون جامعه حذف شده. ما هنوز که هنوزه، چند تا مثال میخوام براتون بزنم از میزان نفوذ رودکی در حافظه جمعی ما. وقتی کسی بزرگی فوت میکنه و ما میخواییم راجع به بزرگی و عظمت اون شخص صحبت بکنیم، هنوز که هنوزه دو بیتی که رودکی در رسای شهید بلخی سرود رو هنوز زمزمه میکنیم که میگه کاروان شهید رفت از پیش، آن ما رفته گیر و میاندیش، از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. هنوز که هنوز هست ما این شعر رو میخونیم، یا این رباعی معروف که میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی. این رباعی واقعا از لحاظ مفهومی هم بی نظیره. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. از لحاظ ساختار، از لحاظ مفهومی اینها بی نظیرن و تأثیرشون رو میشه قدم به قدم روی بزرگترین شاعران ما میشه نشون داد. یا همین تک بیتی بسیار عظیم که میگه که هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. همین تک بیتی رو ببینید، واقعا یک دریایی از معانی درش نهفته است. و یا این قطعه، زمانه پندی آزاد وار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است.
زمانه گفت مرا خشم خیش دار نگاه، کرا زبان نبنده است پای در بند است. و یک چند بیت دیگه از مثنویش هم میخونم، این هم به شدت در حافظه تاریخی ما ثبت شده و بعد راجع به کلیات شعر رودکی توضیحاتی رو خواهم داد. ببینید خردگرایی رو چقدر زیبا در این چند بیت که از کلیله و دمنه هستش، متاسفانه کلیله و دمنه عظیمی که ما از دستش دادیم، در موضوع پند و اندرز وارد ماجرای خرد میشه. پند و اندرز خب همیشه موضوع اشعار ما بوده، ولی تفاوتی که در بین این پند و اندرز ها هست اینه که پند و اندرز های سبک خراسانی با نمایندگی رودکی خیلی بیشتر خردگرایان است. اگر پند و اندرز ها در سبک عراقی بیشتر به سمت پند و اندرز های دینی میره، اینجا خیلی بیشتر خردگرایان است، چیزی که ما بعدها خیلی کم میاریم. امروزه هم خیلی همچنان لزوم نوعی بازگشت به اون خردگرایی که ما در دوران در سبک خراسانی داشتیم به شدت احساس میشه در شعر ما. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کندند و گرامی داشتند، تا به سنگندر همی بنگاشتند. دانشان در دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. این بیت ها واقعا در اوج تاریخ ادبیات ما جای دارن، با اینکه کهن‌ترین ابیات تاریخ ادبیات ما هستن، همچنان میبینیم که چگونه در حافظه ما جاری هستن و چقدر جا داره که بیش از این واقعا به اینها تبلیغ بشه. اما قالب های مختلف رو خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. از رباعی شروع میکنیم. رودکی رو مبتکر رباعی میدونند. رباعی اصولا با ترانه سرایی و با موسیقی همراه بوده در ابتدای امر، و این دقیقا چیزی هست که کار رودکی بوده، چون رودکی در حقیقت منتسب هست به طبقه گوسان ها که طبقه بودن در دوره ساسانیان که خواننده ها و نوازنده های دوره گردی بودند که خودشون هم شعر می سرودند و ساز می نواختند و دوره گردی می کردند. رودکی ظاهرا نسبش به یک همچون گروهی برمیگرده. به هر حال خودش نوازنده و خواننده بوده و کارهاشو با موسیقی انجام میداده و او رو مبتکر رباعی دانستند. راجب سعد و سقمش خیلی نمیتونم ادعای بکنم، ولی راجب این میشه به قطع یقین گفت که تأثیر او بر تمام رباعی سرایان پس از خودش مشهود هست. ما اگر بخوایم اسم ببریم در آثار خیام، شما کاملا جایگاه اندیشه رودکی رو خواهید دید. شاید البته بیشتر از غزل‌های رودکی بشه گفت که اندیشه خیام تأثیرگذار بوده، تأثیرپذیر بوده. و همینطور در شکل و نحوه و ساختار رباعی که ساختار بسیار در نوع خودش پیچیده هست، تمام این ساختارها رو رودکی بنیان نهاده و تمام رباعی سرایان از او تأثیر گرفتن. من یکی دو تا رباعیش رو برای مثال براتون میخونم. با آنکه دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. با آنکه دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چنین است وصالش چون است. یا می فرماید جز حادثه هرگز طلبم کس نکند، جز حادثه هرگز طلبم کس نکند. یک پرسش گرم جز تبم کس نکند. ور جان به لب آیدم به جز مردم چشم، یک قطره آب بر لبم کس نکنه.
که واقعا فکر میکنم زیبایی های اینها نیازی به توضیح نداشته باشه. یک روایی که هم ازش میخونم که هم یک کمی اون وجه طنزش رو ببینید که به چه زیبایی طنز رو وارد شعر میکنه و هم فرم دیالوگ رو، گفتگو رو در یک رباعی گفتگو رو به وجود آورده با 8 سوال و جواب و در این حال زبان طناز و نمکینی هم داره. این رو توجه بفهمید. آمد بر من که یار کی وقت سحر، ترسان زکه از خصم، خصمش که پدر. آمد بر من که یار کی وقت سحر، ترسان زکه از خصم، خصمش که پدر. دادمش 2 بوسه بر کجا؟ بر لب تر. لب بود نه چه بود عقیق، چون بود چو شکر. این هم یک رباعی دیگر از رودکی. میرسیم به مثنوی. راجع به مثنوی همین بس که بگیم که دست کم 2 اثر بزرگ از رودکی هست که این همواره جز به حسرت‌های تاریخ ادبیات ما خواهد بود. سندباد نامه و کلیله و دمنه ای که متاسفانه برای همیشه سوختن و نابود شدن. ما چند بیت فقط از اینها باقی مونده، ولی در همین چند بیت باقی مونده شما میتونید تأثیر عمیقش رو بر مثنوی مولانا ببینید، میتونید تأثیر عمیقش رو بر شاهنامه فردوسی ببینید. خود فردوسی در شاهنامهش باید ببینید چگونه تکریم میکنه این کلیله و دمنه رودکی رو، با چه آب و تابی تعریف میکنه که چگونه این دفتر رو میارن ترجمه میکنن و برای اینکه این ترجمه همیشگی بشه و مانا بشه اون رو به رودکی تبدیل میکنن و از اون میخوان که این شعر رو به نظم در بیاره و بعدا راجع به نتیجه کار تعریف میکنه که چه عظمتی رو، چه بنای عظیمی رو رودکی آفرید و این رو فردوسی بزرگ به این شکل عنوان میکنه. من فقط 2 بیتش رو میخونم از سخن فردوسی بزرگ رو. گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. به پیوست گویا پراگنده را، بسفتین چنین در را کنده را. و این چنین در را کنده ای که داره میگه کتاب کلیله و دمنه رودکی است که اون موقع در پیش رو داشته رودکی فردوسی و داشته راجع بهش شعر می‌سروره و ما امروز متاسفانه جز حسرت و چند بیتی که چند تاش رو از زبان من شنیدید امروز، اون ابیات مثنوی که میخوندم اغلب از کلیله و دمنه رودکی بود، جایی که داره نتیجه گیری اخلاقی میکنه ما بین داستان ها هست و واقعا هزار افسوس که ما دیگه اون آثار رو بهشون دسترسی نداریم. و اما بخش آخر، بخش قصیده، غزل، قطعه. چرا اینها رو در یک قالب میگم؟ به خاطر اینکه غزل و قصیده در غزل و قطعه در حقیقت از دل قصیده بیرون آمدند. کسانی هستند که البته راجع به این بحث دارند، ولی اغلب این رو پذیرفتند که غزل و قطعه از دل قصیده بیرون آمدند. قصیده اصلی ترین قالبی بود که ایرانیان به پیروی از شعر عربی آغاز به سرودنش کردند. نکته ای که بود این بود که قصیده خیلی با ساختار زبان فارسی متناسب نیست. با این وجود خب تمام تلاش بر قصیده سرایی بود و تا 2-3 قرن ابتدایی هم این قصیده است که قالب اصلی شعر فارسی حساب میشه. غزل رو یک نوع تفنن میدونستن و شکل اصلی شعر واقعا نبوده، شکل اصلی شعر قصیده بوده. این قصیده به خاطر اینکه از لحاظ ساختار زبانی با زبان عربی بسیار هماهنگه و با زبان فارسی اتفاقا هماهنگ نیست، مشکلاتی رو برای قصیده سرایان به وجود می آورده. تو پرانتز بگم که برعکس این ماجرا البته مثنوی است. مثنوی یک قالب کاملا ایرانی است، توسط ایرانیان ساخته شد و بسیار هماهنگ با ساختار زبان فارسی و به همین دلیل بعدها که شاعران بزرگ عرب تلاش کردند که مثنوی‌های مشابه مثنوی‌های بزرگ ما مثل کلیله و دمنه رودکی یا شاهنامه فردوسی
و حالا بعدتر مذهبی‌های نظامی و مولانا بسرایند، هرگز هیچ کدامشون موفق نبودن و دلیل اون هم چیزی نیست جز ناهماهنگی قالب مثنوی با زبان عربی و برعکس هماهنگیش با زبان فارسی. وارد اون مقوله نمیخوایم بشیم، ولی به دلیل این ناهماهنگی زبان فارسی، شعر فارسی در این خطر قرار داشت که به سمت یک مکانیکی شدن و زیادی تکنیکی شدن پیش بره، به خاطر اینکه ساختن اون میزان قافیه طبیعتاً از زبان عادی بر نمی اومد، بنابراین زبان میتونست در خطر در حقیقت پیچیده شدن، دشوار شدن و مکانیکی شدن پیش بره. ولی رودکی با روانی ذاتی که زبانش داشت، با تسلط عجیبی که بر زبان فارسی داشت و بر شعر فارسی داشت، با کلام بسیار ساده، حتی گاهی بسیار نزدیک به زبان گفتار، از پس سرودن قصیده های بسیار جالب و جذابی بر اومد و روح انسانیت رو در قصیده هاش دمید و او بعدها استاد شاعران دیگه شد در زمینه قصیده و اجازه نداد که قصیده در همون ابتدای عمر، اینو بگم، قصیده بعدها در قرن پنجم و ششم به سمت و اون به خاطر نفوذ بیش از حد زبان عربی در اون دوران بود، به سمت پیچیدگی رفت و یک بلاهای بدی به سرش اومد و شاید همون بود که به پایان قصیده منجر شد، به پایان در حقیقت برتری قصیده. ولی رودکی این رو اجازه نداد، فقط چند نفر از بزرگترین پیروان رودکی رو در قصیده اسم ببرم: منوچهری، فرخی، ناصر خسرو، اینها بزرگترین قصیده سرایان سبک خراسانی هستند که همگی از رودکی اسم میبرند و استادی رودکی رو تعیین میکنند. و اما قطعه هم که خب یکی دو تا نمونه‌اش هم امشب باز قطعه هم براتون خوندم، تمام قطعه سرایان بزرگ هم تحت تاثیر رودکی بودن و غزل که روح غزل رو رودکی اولین بار در شعر فارسی دمید. روح غزل اون درونگرایی و اون خلوص معنوی و درونی است. روح غزل یعنی عاطفه و اون چیزی بود که رودکی از همون بد به امر به شعرش بخشید و در تمام قالب‌های مختلف و در تمام سبک‌هایی که رودکی کار کرد همواره این روح عاطفی بر شعرش سایه افکنده بود و این روح هست که عنصری، شاعر بزرگ دیگر سبک خراسانی، وقتی که از او خواسته میشه که غزل به سرایت، به با تواضع، عنصری خیلی شاعر بزرگیه و مفاخره های خیلی بزرگی هم داره که از خودش چقدر تعریف ها میکرده، ولی وقتی که بحث سرودن غزل به میان میاد این صفت عجیب رو میآفرینه و میگه: غزل رودکیوار میکوبد، غزلهای من رودکیوار نیست، اگرچه بکوشم به باریک وهم، بدین پرده اندر مرا بار نیست. و به واقع بعد از او هم خیلی ها این رو تاکید کردن که غزل رودکیوار میکوبد و این رودکیوار بودن در حقیقت همون سایه خلوص، صمیمیت و عاطفه بر شعرش هست. فقط دو بیت از غزلیاتش رو به عنوان نمونه بخونم، همشب غزلهای زیبایی از رودکی رو هم خواهید شنید. این دو بیت از یک غزلش فقط باقی مونده: هزار افسوس، چمن عقل را خزانی اگر، گلشن عشق را بهار تویی، عشق را اگر پیامبری، عشق را گر پیامبری، لیکن حسن را آفریدگار تویی. با بیتی از حافظ بزرگ کلامم رو به پایان میبرم که میفرماید: خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید. مرسی. Thank you.
وندر نهان سرشک همی باری. از بحر آن کجا ببرم نامش، ترسم ز بخت انده و دشواری. رفتم که رفت و آمدم کامد، بودم که بود خیلی چه غمداری. هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست که پذیرد انواری. مستی مکن که ننگرد و مستی، زاری مکن که نشنود و زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، که این رفته را به زاری بازاری. آزار بیش بینید این گردون، گر تو به هر بهانه بیازاری. گویی گماشته است بلایی رو، بر هر که تو دل برو بگماری. عبری پدید نی و کسوفی نی، بگرفت ماه و گشت جهان تاری. فرمان کنی و یا نکنی، ترسم بر خویشتن ظفر ندهی باری. تا بشکنی سپاه غمان بنده، آن به که می بیاری و بگساری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. عزیزی کوتنایی، ورودی سال 1364 ادبیات دانشگاه تهران بودند و افتخار شاگردی استاد زرینکو و استاد شفیع کدکنی رو داشتند. ایشون مؤسس کارگاه نقد موگاس و سپس آرمانشهر و بنیان فرهنگی آرمانشهر ملبورن، حافظخوانی و موسیقی شهر ملبورن و شبهای شعر کانون در ملبورن هستند. همچنین ایشون در صددند که سال آینده مجموعه اشعارشون رو به چاپ برسونند. به افتخارشون خواهش می‌کنم. درود، سلام به همه شما. خیلی برام سخته البته که گرچه تو این فضا زندگی میکنم و یاد گرفتیم که حرفه‌ای فکر بکنیم، ولی ما هنوز رگ و ریشه‌ام اون بره در حضور اساتید و دوست عزیزم کوتنخان و دکتر نکویی. اولا که خیلی خوشبخت باشیم شهر کارگزاری به این زیبایی و به این خوبی، اساتید به این خوبی، کارشناس ادبیات. من لذت میبرم واقعا، دلم بخواد حرفی نزنم، اما استاد دوستگاه و من تکلیف کردن. من اجازه میخوام که گفتاوردم رو اینجا انجام بدم خدمت شما. در جهت من میخوام در یک نقطه با دوستان، در یک نقطه که رودکی نخستین شاعر ادبیات فارسی است، نظرم رو بگم که پدر شعر فارسی همونجوری که تنخواهم فرمودن و تحصیل گذارترین رو قبول میکنم، اما نخستین شاعر زبان فارسی قطعا نیستم، وارد مبحث نمیشیم. اما حافظ جان چگونه در این آینه صدگونه تماشا میکرد، این سقف بلند ساده بسیار نقش، این همه تناقض، سقف بلند ساده بسیار نقش، حافظ جان چگونه خودشو در این آینه صدگونه تماشا میکرد. نشان دادن همانندی ها برداشت های هوشیارانه، دعوت به تراوت یک وزنی که متروک شده، زمانه به سامان سامانیان، شیرینی رودکی که بعد از این ما نفهمیدیم کجا رقصمون رو موسیرون فراموش کردیم و در دامان البته فرافکنانه صوفیانه و عارفانه افتادیم، بعد از سلجوقیان، پارسچاییان تا
به ابد تا به امروز، از رودکی تا سپهری، ما غم هامون بیشتر شده، استرس هامون، نگران هامون. اما این شاعر سده سوم از چهارم سرشار از شیرینی، طراوت، شادابیه. به ندرت شما میتونید شاعری رو در حافظ جان به وضوح ببینید که ازشون تعبیر و ستایش کرد، اما قطعا در یک غزل سینه مارمار درد است دری و مرهمی. غزل رو همه حفظم. خیست خاطر بدان تو که سمرغندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی موریان را یک همین. اما ارادتش رو به حضرت حکیم فردوسی هم نشون میده به هر جهت. سوختم در چاق صبر از بحران شمع چگل، شاق ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. یا شاق ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خوب سیاهوشش با. شاه ترکان حضرت حافظ لبدار. من اگر که راجع مولانا میخوام حرف بزنم قطعا بیش از من به حافظ منو ببخشید، بحث رودکیه، اما من میخوام بیشتر چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شاه ترکان حضرت حافظ فقط شاه ترکان داستان فردوسی قطعا نیست، قطعا شاه ترکان خودش، شاه ترکان زمانه ما، شاه ترکان زمانه های ما در اقصانوات دنیا. این دلیلی که حضرت حافظ به رودکی علاقمند بوده، دلبستگیشو به وضوح برای اولین بار به یک شاعر به روشنی ابراز میکنه. برای من به چند نمونه ترکیبات. قضا گرداد من نستاند از تو، ز سوز دل بسوزانم قضا را، رودکی. اما حضرت حافظ جان، چرخ بر هم زنم از جزء مرادم کرده، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. عارض بر فروختن، چو عارض بر فروزی می بسوزد، چو من پرواره بر گرد هزار بودکی. هم حافظا می فرماید که زروی ساقی محبش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمی، یا دل عالمی بسوزی چو هزار بر فروزی. تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟ گنجیدن در لحد، نگنجم در لحد گرزان که لختی نشینی بر مزارم سوگوارا. حافظ بر سر تربت من با می مطرب بنشین، تا به بوید ز لحد رقص کنم برخیزم. بگذارید آغاز می و باده نوشی و این خوشباشی مفرد در حضرت حافظ جان رو اما از ثنایی و از عطار نپنداریم. تعبیراتی که بعدها در شکل شبستری به شکل خیلی عجیب غریبی از این ابیات و اصطلاح داده شده، و از رودکی آغاز بدونیم. من تقریبا حفظم، نگران نیستم. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. یا باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبو، در تعبیر در تفسیر بهار، کودکی آمد بهار خرم با رنگ و بوی تی، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. هرچند و بهار جهان است به چشم خوب، دیدار خواجه خوبتر از آن مهتر حسید. حافظ جا می فرمد نوبهار است در آن کوش که خوشتر باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. رودکی شب عاشق لیلة القدر است، چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب. حافظ می فرماید شب قدری چنین عزیز و شریف، با تو تا صبح خفتنم هوس است. شب قدر دست تی شد نامه هجر، سلام انکیه حتی مطلع الفجر. یا آن شبی قدری که گویم عهد خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. رودکی وان زنختان به سیب ماند راست، اگر از مشک خار دارد سیب. حافظ جامی فرماید میوه های بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن که سیب زنختار شاهدی نگزید. یا ببین
کسی به زنخدار تو ببین کسی به زنخدار تو چه میگوید؟ هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. کجا همی روی دل بدین شتاب کجا؟ البته ما نفهمیدیم خلاصه ببینیم این سیب زنخدان رو یا نبینیم. حال میخواییم به چند وزن و ریتم که به روشنی حافظان از رودکی برداشت کرده است برسیم. به حق نارم زهر دوست یارا، سهرگاهان چو بر گلبن هزارا. از رودکی بوده است، حضرت حافظ جان. سهرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چوانه. یا سهرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتم ما با قرینی. نمونه دیگر حضرت رودکی. دلا تا کی همی جویی منی را، چه داری دوست هرزه دشمنی را. مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، بحر حضرت مسدس مقصور محذوف. حضرت حافظ به این وجه 23 تا غزل دارن. سه نمونه میگم. دل از من برد روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. دل من در هوای روی فرخ، یا مسلمانان مرا وقتی دلی بود. اطاله نمیده همین بحث رو. رودکی. خیشتن خیش را بکوش تو یک لحظه، با خردمند بی وفا بود این بخت. مفتعلان فاعلات و مفتعلان فعل، بهر منظره مهدی منحوف. کاری نداریم. از اتحابه تا قدر زیبا به این وضع داره. بر سر آنم که گرد دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سرآید. یا روشنی طلعت تو ما ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. حالا به چند مطلب در زمینه توانندی های زبانی و هستی شناسانه که هر دو شاعر به آن توجه داشتن. مطلب خیلی مهم نیست، همه میدونن، اما یه قضیه خیلی بشه که روشنی این هر دو شخصیت در زمینه موسیقی و حتی خواندن تبحر داشتن. من با دو تا شاهد میخوام خدمت شما بگم. رودکی چند برگرفت و نوا، باده انداز کوسو بود انداخت. حافظ جان میفرماید که سهرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چوانه، که قبلا در مورد دیگه توضیح دادن. اما یکی از معانی حافظ کسی بودی که راوی و حافظ الهان و مقامات و دسته های موسیقی بوده است. حالا اگر اون رو نپذیرین، میفرماید حافظ جان که ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. یا در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. یا بیا تا بگویم با آواز نی، که کابوس کی بود و که جمشید کی بود و کابوس کی. مطلب خیلی مهمتر من میخواستم خدمت شما بگم، شادی های فراموش شده بوده. هنر عشق ورزیدن، هنر مثبت بودن، هنر شادی و شادمانی که بعد ما به فراموشی سپرده شد. ما یه وزن خیلی زیبایی در رودکی از قدیم ها من همیشه میپرسیدم از اساتید که چرا کسی به این وزن شعری نگفته. فکر من حواسم به ساعت نیست اصلا، نمیدونم چقدر، ولی من مطلبم داره تموم میشه. غزلی دارن رودکی. گل بهاری بوت تتاری، نبید داری چرا نیاری؟ نبید روشن چو ابر بهمن، به نزد گلشن چرا نباری؟ افاعل انفع افاعل انفع افاعل انفع یا فعول و فاعل نهجه. من از مشتاق اصفهانی یک غزلی پیدا کردم که یک بیتش رو برای شما میخونم. مخانده دیرم به ساقی که برده از کف، دل من آنجا به نار مطرب، به عشق ساقی به خنده ساغر به گرجه مینا. شاعر معاصری داریم که احتمالاً الان یکی از اساتید دانشکده های ادبیات تهران، آقای دکتر ذاکر الحسینی. اگرچه با پیش عهد کردم که دیگر از حد فزون ننالم، ولی چه سازم نمیتوانم که در فراق تو خون ننالم. و یک بیت از یک شاعر دیگه
روح و یک قوری چای تازه و باز عطر تو در کنارم. غروب و یک قوری چای تازه و باز عطر تو در کنارم و من تمامی حرفها را به چشمهای تو می سپارم. سپاس گزارم. همه ادبیات بایزه اساتیدم در تنخان ما در ادبیات دو تا متن داریم، اوپن تکست داریم و کلوز تکست داریم. استثناء هم حضرت حافظ جان از زمره شعرهایی هستن که در این زمینه وقتی مطلبی رو ارائه بکنم قطعا شما به مقدار متنوعی از مضامین متکثره یا حتی متعدد برخورد میکنید. حضرت سعدی وقتی میفرماد که همه عمر بر ندارم سر از این قمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. در همه ادبیات هم از این زیباتر بیت پیدا نمیشه، ولی اون چیزی که مصدمه همین معنی بیشتر ازش برداشت نمیشه. ولی وقتی حضرت حافظ میفرماید ای مثلا همین بیتی که خدمت شما گفتم، یار زیرک از باده کهن دومنی، اینجا دومن خیلی معانی متکثر و متنافر داره. دومن دوتا شخصیت، دوتا شناسه هستن میان که وزن شراب رو داره میگه. من فکر میکنم که بیانات حضرت حافظ جان نسبت به یعنی لبطنه بطنه و الی صرفت ابطنه لایه های متنافر فراوانی داره، لوایح فراوانی داره. ما میتونیم این رو به عنوان یک متن، به عنوان یک پدیده فرهنگی حافظ رو تصور کنیم که اوپن تکست، یعنی شما شنونده و مخاطب میتونه پیگیری کننده شعر. چرا کسی به فردوسی تفکر نمیزنه؟ چرا کسی به نمیدونم نظامی تفکر نمیزنه؟ برای که این تصور حقیقت پیش همه هست. نیشه فرمود که به تعداد آدم‌ها چشم داریم و به تعداد چشم‌ها حقیقت داریم، پس حقیقت نداریم، حقیقت موجود نیست. حضرت حافظ همین تصور رو داشتن که الان آینه تمام نما و تمام قد ادبیات ماست. سپاس می‌کنم. دنیا سپاس از جناب آقای عزیزی. خب امیدوارم که گل گفته باشید و گل شنیده باشید. بهتون خوش گذشته بود در این درکی که قرار بود 10 دقیقه یه رو باشه و یک ساعت طول کشید. خب آقای دکتر منصوریان و آقای دکتر کامیز دارای عزیز بفرمایید، ما بی صبرانه منتظریم، منتظر بوی جوی موندن. Thank you.
لذت بردیم، دستتون درد نکنه. اون شب با افتخار در خدمت آقای دکتر فیروز آبادی هست. فیروز آبادی دارای عناوین اسوسییت پروفسور دانشگاه سیدنی، شیف ادیتور نشریه ماهانه پاتولوژی نیوزلتر به نام Objective Views، استاد سابق تمام وقت آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و اسوسییت پروفسور سابق دانشگاه کوینزلند در بریزبن هستند. ایشون تحصیلاتشون رو به ترتیب در کالج البرز تهران، سپس دانشگاه تهران و بعد دانشگاه سیتون هول آمریکا و سپس دانشگاه جانز هاپکینز بالتیمور آمریکا و بعد از اون دانشگاه کوینزلند استرالیا به اتمام رسوندن. دکتر عباس فیروزآبادی دارای سابقه تدریس پاتولوژی در مدیکال کالج در پنسیلوانیا، سیتون هول یونیورسیتی در نیوجرسی، یونیورسیتی کوینزلند در بریزبن و کوینزلند یونیورسیتی آف تکنولوژی در بریزبن هستند. ایشون نویسنده 3 کتاب و 83 مقاله هستند و همچنین در سال 1971 در دنیا به عنوان مایکولوژیست معرفی شدند و کالج آف امریکن پاتولوژیست، American Society of Cytopathology و International Academy of Cytopathology فلوشیپ آقای دکتر فیروزآبادی هستن. آقای دکتر، خوندن این عناوین بر من سخت بود. شما چجوری این همه درس خوندید و این همه عنوان به دست آوردید؟ خواهش میکنم تشویقشون رو فرمایید. چگونه من یک کمی ارتباط داشتم به رودکی و برای همین قبول کردم که بیام اینجا. چون من اهل شیراز هستم، متولد شیراز اونجا هستم، اینها حافظ اونجا دیگه هر تو هر خونه تو هر منزلی یک کتاب حافظ هست و بغل قرآن یه قرآن هست و یه حافظ، یعنی امکان نداره که حافظی توی هیچ خونه شیرازی نتونید پیدا بکنه. و اونجا از سمرقند و بخارا که حافظ هدیه کرد و این خب این یک درست، من همیشه فکرم یه بود که این چجوری شد که حافظ تو این سمرقند، این سمرقند بخارا کجا اصلا؟ فرصتی دست داد که چند سال پیش من برم در حدود شاید دو ماه طول کشید که قسمت سیلک رود، جاده ابریشم، جاده ابریشم که شما میشنوید اینا چندین جاده است، بهترین شمالی ترینه که از چین شروع میشه اینها تا میره به مثلا آسیای مرکزی. اونجا خیلی عالی بودم. بهترین شهری که در این سفر من دیدم سمرقند بود. واقعا شهر خوشگلیه، بسیار زیباست، سبز و خرم و و هیوی هست، یعنی یه تپهی زمین صافی ها نیست مثل شهرهای دیگه اینا. اونجا تو اطراف خوب بیابان هست و بغل آمودریاست. آمودریای رودخونه هست که آب فراوانه، یعنی شما یه برش که با استفاده باشید
اون طرف امکان نداره ببینید. مثل برای همه بگیرن اما دریا، دریا بگیرن. و این اما دریا وسط بین بسیار سمرقند هست و تاشکند، که تاشکند هم واقعا شهر زیباییه و شهر عظیمیه و شهر زیباییه. اونجا موقعی که در سمرقند بودن اونا با رودکی من عاشق شدم، برای که مجسمه رودکی بود، هر جایی که میرفته اسم رودکی و اینا. و ارتباط من از اونجا شروع شد و شروع کردم خوندن ببینم که این رودکی چیشی گفته اینا. البته من در اطلاعات ادبیات دارم، اینها تنها شعرم، شعر من چندین شعر گفتم که در ستون لازم به سفارش نیست توفیق، اگر اونایی که آشنا هستین ها، در توفیق یه ستون دارد به نام ستون لازم به سفارش نیست. هر اراجیفی که هر کسی می‌نوشت اونجا چاپ می‌کرد. و هر دوشون بگه عموی من که چند سال پیش فوت کرد اینا، اون شعر میگفت، شعر خوب میگفت اینا. با کمک اون یه مقدار زیادی وعده عراقیفی گفتم و فرستادم در این روزنامه توفیق و چاپ کردن. البته چون این تنها ارتباط من با شاعر و با شعر و شاعری در این حدوده. و بیشتر شروع کردم اینا رودکی دیم که ای بابا این شعرهای فقط تنها شعری که من از رودکی به خاطر دارم و همیشه دارم اینا این است که بیا آن می که پنداری روان یاقوت نامستی، اگر می نیستی یکسر همه دلها خراب استی. و دیم بابا این خیلی آدم جالبیه، شراب داره تا میره شیرازی هم باز حتما شراب بنوشی. غیر از این هم شیراز بمیدم اونایی که نبودن من دارم تعریف کنم اینها. شیراز تپه تپه، این تپه ها هیچی سبز نمیشه، هیچ چیزی نمیتونی شما اونجا بکاری غیر از انگور که آب زیاده نمیخواد، گرم باشه اینها ندارم و شیب باید داشته باشیم. این است که شراب شیراز از چندین قرنه که معروفه. و این است که ما عاشق رودکی شدیم. درستی بابا این آدم درستیه. من واقعا آدم درستیه. از چیزی که من میخوام فقط راجع به رودکی اینجا در خدمتون من عرض بکنم این است که عده زیادی تصور میکنن که از کودکی کور بوده، از اصلا کوری مادرزاد. این چنین چیزی از نظر پزشکی امکان نداره که بتونید شما کوری اینقدر رنگای مختلف این داره توضیح بده اینا شما چیرای چیزای اینها. امکان نداره که کسی کور مادرزاد باشه و بتونه این قشنگ خیلی زیبا این چیزا رو تعریف کنه. این است که من تعریف کردم که ببینم این داستان چیه. داستان این است که بهترین مقاله که تا حالا منتشر شده در این باره گرامی زوف هست که در واقع خیلی در 1970 در واقع کتابی که نوشته اینها در 1970 در گرامیزوف کتابی که در مقاله‌ای که نوشته در 1970 این کاملا روشن کرده. علت چیه است که گرامیزوف یه پاتولوژیستی بود مثل من. این تحقیق کرد که ببینید که بابا این کوری این داستان چیه. جمجمه رودکی رو در اختیارش گذاشتن و این تمام
به طور کلی تمام این عملیات مختلف و تمام این آزمایش‌های مختلف اینا در اختیارش بود و این به طور حتم به علت حرارت زیاد و سوزندگی استخونای جمجمه و حلقه بسیار اینها به طور حتم بینه کور کردن در این که از اینکه این چشم میره با یک میله گداخته این فیلها این اثراتش توی استخون هست و این راحت شما رو ثابت میکنین اون وقت حالا مسئله این گرامیزوفه علت اینکه این کور کردن چی بود؟ و همینطوری که گفتن اینها در یه آدم این بود که خیلی ثروتمند شد که همین چند دقیقه پیش با شنید اینها و خیلی مقام بالایی داشت اینها و چرا شد اینها؟ این طرفدار قرمتیان بود خب ما یک کمی از قرمتیان شناخته بودیم ولی رفتن خراب جراب و استاد من بشکم حضرت علی در حضرت علی رفتیم که گفتیم ما با این قرمتیان که حالا جناب علی من اسلام دارم که یه مقدار کوچیکی را دارم خلاصه قرمتیان بیچارهای بدبخت میگفتن آقا همه چی ما قبول داریم این چهار میشه دیگه قبول نداریم این ول کنیم امامت و نمونه را قبول داریم همین هیچ کاری هم نداشتن گفتن شرابمون رو بخوریم اون معاد رو ول کنیم فقط سر معاد بود کل دعوا سر معاد بود اینا رو گرفتن تیکه تیکه شو کردن الان دلار راحت شدیم و این و اسماعیلیه این طرفدار اسماعیلیه ها بود اینا آخر قربتی هم یه طایفه از ما هستن و رو همی از این در اون زمان اینا رو میکشتن دیگه همینطوری و این گرفتن و چیز کردن کورش کردن و برای همین است که در سالهای آخر زندگیش واقعا سالهای خارجه تنها چیزی در آخر خیلی تنها چیزی که من میخوام بگم این است که نه تنها این شاعر بود موسیقیدان بسیار جالبی بود و تمام این موسیقیان البته اینا رو همه رو بیشتر از بار بود و کلیسا و پخل بود و اینا در زمان ساسانیان گرفتن اینا اومد اینا تنها سوالی که من دارم از کلیه خانم ها واقعا این است که این موسیقیدان موسیقی ایرانی که در زمان ساسانیان واقعا به اوج قدرتش بود بعد از اینکه اسلام اومد بازم عده زیادی می‌رفتن اینها و در حال اینجوری که من تصور من اینه که تا زمان قاجاریه بازم موسیقی ارزش زیادی داشت توی ایران اینا ولی در زمان قاجاریه اصلا اگر کسی می‌رفت طرفدار موسیقی یا خواننده یا اینا می‌گفتن مطرب هم اصلا کلمه لحنی بود اینا و تنها به نظر من تنها قومی که در ایران موسیقی ایرانی رو حفظ کردن و خیلی کمک کردن طایفه کلیمی ها بودن جودا و اونا نمونهش این است که مثلا خیابان سیروزی که شما برید ببینید اینا واقعا اینا و تمام اشخاصی که موسیقیدان بودن در این زمان اینا رو بیشتر از این طایفه کلمی ها اتخاص کردن و این زیاد من خیلی گوش شدم اینها زیاد اونایی که بسیار رودکی شناسن اینها
انقدر توجهی نکردن اینها. من مطمئنم که بیشتر باشه که توجه کرد که نه تنها شاعر خیلی بازنده بود بلکه موسیقیان بازنده بود. در آخر سر متوجه میشید که من این کراوات قرمز دارم و قلم قرمز دارم. این باعث اتفاق من که در اینها زن من مخالف میگفت که این زیاد نمیخوری با پیر هم. گفتم نه بابا من رنگش میخوام. از یه رنگش این است که امسال از نظر چینی سال سگ هست. سال سگ هم علامتش چیزه؟ قرمزی. رنگ قرمزی. و دیگه آخرین چیزی که من میخوام بگم این است که در گانگ جی فا کیا کسی چینیز میدونه اینجا؟ یعنی گن چی فا کیا گن چی یعنی معنیش این است که امیدوارم که سال پربرکتی داشته باشید. مرسی. سال چینیزه امسال و سال سگه. سگم از موقع که من بچه بودم با من اصلا با سگ بزرگ شدم و در تمام عمرم همیشه ما سگ داشته بیرم. سال بسیار خوبیه و امیدوارم گنگ چی فن کریم. صحبت‌های شیرین دکتر فیروزآبادی دوست داشتنی از آقای مهدی کاشی ساز دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و ما رو از هنرشون بی‌بهره نگذارن. به افتخارش می‌خواستم. ای خدا، ای فضلت و حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز توست، ایمنی از تو محابت هم ز توست. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، کیمیا داری که تبدیلش کنی. گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. عرض ادب و سپاس و احترام دارد خدمت دوستان گرامی، فارسی دوستان و فارسی شناسان. سعادتیه که این بر میکروفون خدمت دوستان هستم. مدت مدیدی بود که خدمت دوستان نرسیده بودم و تشکر میکنم از خدمت آقای دکتر نکویی جان عزیز که همواره شمع محفل بودن و از اساتید بزرگ تشکر میکنم که این درس مقام رو ما داریم بتونیم به نظرشون اضافه کلام کنیم. قرار بود من فقط رزم از خانزم حضورتون رودکی بخونم. خدمت آقای دکتر نکویی فرستادم و مهدی بلند شد یک دیگه. خاطر این اصول دادم که نگاه کردم دیدم اکثر عزیزان دیشب دیدم در زمینه رابطه رودکی با حافظ سخن قرار بگن و به صورت کلی در مورد ادبیات و رودکی و جناب آقای دکتر دوستان هم در مورد ارتباط رودکی بزرگ با فردوسی سخن بگن. دیدم یه مقدار در حق آن نادره نابغه روزگار شاید کمی
کم لطفی میشه، مدت هاست از مولانا سخنی نگفتیم، به خاطر همین صحبتم رو با مولانا جلال الدین بلخی شروع کردم، قسمتی از داوود ایشون بود و میخوام چند تا از استقبالاتی که مولانا از رودکی رو برده رو در کنار یک غزل بیان کنیم و بیش از این هم شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. من آن جهد موی قالی گوی، من آن ماه روی هور نژاد. نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آن که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باد و ابر است این جهان افسوس. باد پیشاب هرچه باد آباد. شاد بودست از این جهان هرگز هیچ کس، تا از او تو باشی شاد. داد دیدست از او به هیچ سبب، هیچ فرزانه تا تو بینی داد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشا هرچه باد آباد. من اینجا اسکرین همون بلند از دست دارم دیگه خاطرم گمستم. همینطور که این غزل کوتاه رو می‌بینیم و حالا من سعی کردم یکی دو بیتش رو بنویسم در اسلاید بعدی، علت انتخاب این غزل، خب با آقای هویت‌دوست صحبت زیادی می‌کردیم، اینه که شاید نمایانگر تمام اون مفاهیمی که پیشتر عزیزان و اساتید فرمودن به صورت خیلی خلاصه درش باشه. همونطور که در ابیات، همونطور که از ابیات ابتدایی ما می‌بینیم، ارتباط بسیار زیاد مفهومی و حتی فرمی در گفتار این غزل و این دیدگاه در اشعار خیام و حافظ ما میتونیم باشیم و فقط کافیه به نگاهی به مصرع اول ابیات رباعیات خیامی که منسوب هست، معتبر هست، بندازیم میتونیم متوجه بشیم که چقدر این غزل بیانگر این دیدگاه هست. باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیشار هرچه باد آباد. و فکر میکنم در خیلی از غزلیات حافظ هم این رو ما میتونیم به تکرار ببینیم. جهان فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را. طفیل عشق ببینم جهان رو فانی میدونسته و باز هم خیلی گاه ها ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. از این سخن رو به اطاله نبرم چون قرار بوده بیش از 5 تا 7 دقیقه مزاحم وقت عزیزان نشم. اینجا میخواستیم استقبالات عارضم حضورتون مولانا رو به صورت دقیق از رودکی بیان کنیم. خیلی گاه ها مطرح شده که و به درستی مطرح شده که مولانا دیدگاه عرفانیش رو و دیدگاه از بیان مطالبش رو که به گفتار نظم درمی آورده رو از سنایی و عطار گرفته، ولی چون بزرگان دیگر هم میبینیم که دقیقاً استقبالاتی داره، حالا به استاد کوتنایی بیشتر به مرتبه مفهوم قضیه اشاره داشتن، ولی ما میبینیم در صورت فرم هم کاملاً تکرار و استقبال شده. من تنها چند بیت از هر کدوم از این استقبالات رو میخونم. همونطور که میبینیم اون بالا قصیده معروف هست که همه ما شنیدیمش و میبینیم چقدر دقیق در یکی از غزلیات مولانا کاملا استقبال شده. بوی باغ و گلستان آید همی، بوی یار مهربان آید همی. از نثار جوهر یارم برا، آب دریا تا میان آید همی. با خیال گلستانش خارزار نارمتر
از پرمیان آید همی، از چنین نجار یعنی عشق او نردبان آسمان آید همی. جوع کلبم راز مطبخ‌های جان، لحظه لحظه بوی نان آید همی. زان در دیوارهای کوی دوست عاشقان را بوی جان آید همی. یک وفا میار و میبر صد هزار، این چنین را آنچنان آید همی. و همین گونه که میبینید تا انتها در از تزمی استقبالی بوده که به طور کامل از اون قصیده معروفی که دوستان هنرمندمون هم به رشته نظم هم بردن و شنیدیم استقبال شده. دو غزل دیگه هم بود که میگم اینا بسیار از هرون شمس بود و خیلی راحت میشد با یه پژوهش شاید چند دقیقه به دست بیاد و اینقدر برای من خودم جالب بود که در رسای اول حسن مرادی که فکر میکنم به نام ابو الحسن محمد بخارایی هم معروف بوده، شاعر همون قرن همزیست در عصر رودکی بوده که در رسای اون غزلی میسرایه: مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چنان خواجه نکاریست خورد. جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد. همونطور که میبینید در دو غزل مولانا دقیقا همون سبک یا همون در اصل تزمین رو داریم که به صورت کامل در رسای سنایی سروده شده و من سعی میکنم یکیشون رو خدمتتون بگم. گفت کسی خواجه سنایی بمرد، مرگ چون این خواجه نه کاریست خورد. کاه نبودو که به بادی پرید، آب نبودو که به سرما فسرد. شانه نبودو که به موی شکست، دانه نبودو که زمینش فشرد. گنج زری بود در این خاکدان، دو جهان را به جوی میشمرد. قالب خاکی سوی خاکی فکند، جان خرد سوی سماوات برد. جان دوم را که ندادند خلق، مغلطه بودیم به جانان سپرد. صاف در آمیخت به دردی می، در سر خم رفت جدا شد ز درد. در سفر افتند به هم ای عزیز، مرزی و رازی و رومی و کار. خانه خود باز رود هر یکی، اطلس کی باشد هم تاقی بود. خاموش کن چون نقطه ای را ملک، نام تو از دفتر گفتن سطور. کمال تشکر دارم از خدمت دوستان و پوزش منم بپذیرید از این که صرف ندارم. جناب آقای دکتر جلیل دوستخواه، دکترای ادبیات فارسی، نویسنده و مترجم ده‌ها کتاب از جمله مجموعه کتاب‌های اوستا، نامه مینوی زرتشت و شناختنامه فردوسی و شاهنامه و استاد سابق دانشگاه جندی شاپور اهواز هستند. خواهش می‌کنم تشکرشون بکنم. گنجوی می‌نویسند به سبک عربی، در یکی از شعرهاش فروتنی می‌خونه با اون همه عظمتی که داره با اون پنج منظومه شاهکارش. باز فروتنی می‌خونه، میگه چون تکه ابلق، ابلق به معنی دو رنگ سفید و سیاه هستن، و بعد این روز و شب رو در نظام طبیعت به یه اسبی تشبیه می‌خونه. خب چون سفید روز هست و سیاه هم شب، اینجا ابلق عنوانیست تو تعبیرهای شاعرانه. میگه چون تک ابلق به تمامی رسید، یعنی دور روزگار تمام شد، حاشیه داری به نظامی رسید. فروتنی میکنه که من حاشیه دارم. حاشیه دار کسایی بودن که این چیزها
پارچه و چیزایی که رو اسب می‌انداختن موقع استراحت اسب و اینا جمع جور می‌کردن، در واقع خدمتکار بودن. این در نهایت فروتنی رو می‌کنه و میگه که چون تک ابلغ به تمامی رسید، حاشیه داری به نظامی رسید. در حال که اون واقعا در اوج در قله‌ای است که تصورش نمیشه کرد. حالا بنده شهرنده و کوچک هم باید حرف نظامی رو البته نه اینکه من چه میدونم شهرت یعنی موقعیت و قدرت نظامی رو داشته باشم و بخوام فروتنی بکنم، من نداشته میخوام فروتنی کنم، و اینکه خب اظهار لطف کردن من ده ها کتاب و از این حرف ها خب یه خورده اغراق‌آمیزه. من بنده به هر حال کوشش هایی کردم و چیزهایی هم خوشبختانه به کلی این عمر هدر نرفته و خب از دوره های مختلف و چیزها و جایی که امکان داشته زیر سایه استادان بزرگم و راهنماهای بزرگ، چه استادانی که در تاریخ ادبیات ما بودن و من خودم رو شاگرد کوچک اونها میدونم و چه استادانی که شخصاً و خودم حضوراً در زیر دستشون بودم و در پای کرسی استادیشون بودم، میزشون بودم و از اونها آموختم. به هر حال سعی کردم و تا شاید موفقیت های کوچکی هم به دست آوردم، حالا چند اندازه پسندیده باشه و بشه و مورد توجه قرار بگیره اون بستگی به نظر صاحب نظران داره. و بنابراین من این که حالا بخوام اینجا دیگه الان در مورد رودکی سخن بگم یه خورده به نظرم تکرار مکرر هست، چون دوستان قسمت اعظم رو گفتن هم از نظر موسیقی هم از نظر شعر و برای کارهای بیشتر هم حتما لازمه که عرض شاید حضورتون که چیز بشه، خب مطالعه گسترده تر بشه و نکته به نکته ذکر بشه. حالا جنبه تبلیغی هم شاید پیدا بکنه. یکی از جدیدترین کارهایی که من کردم که در واقع کار اصلی کار من نیست و من فقط به اصطلاح بادنجان دور قابچینش بودم و من چه میدونم شاگرد آشپزخونش بودم، چه میدونم چه به چی تشبیه کنم که درست بشه، این همین فردایی که چهارشنبه خواهد بود در تهران مراسمی هست به نام کتاب نمایی، چی ببخشید چیز اصطلاح رو نمایی باب شده که کتاب هایی که تازه میخواد منتشر بشه ناشر میاد با یه عده اهلی که اهل اون رشته اون کتاب هستن قرارمداری میذاره و یک روزی رو تعیین میکنه و اون روز رو اسمش میذارن رو نمایی و کتاب رو اینجا دربارش نویسندهش مترجمش یا هرچه هست صحبت میکنن و کتاب رو معرفی میکنن و بعد هم توی رسانه ها منعکس میشه، رسانه های گفتاری و شنیداری و رسانه های چاپی منعکس میشه و باعث میشه که اون کتاب خب بهتر شناخته بشه، در آستانه این که اون کتاب داره میخوام منتشر بشه اون کتاب بهتر معرفی بشه. حالا کتابی هست که میگم که بنده فقط ویرایشش رو کردم ولی همین ویرایش 50 سال طول کشید ویرایش، ببینید اون مرد چه کار کرده که من کتاب شکمم ویراستم 50 سال من دست و پنجه نرم کردم اون کتاب. کتابیست به نام شاهنامه، حالا ما این عنوان رو البته ما گذاشتیم روش، شاهنامه نقالان. ما میدانیم که نقالی یک رشته ایست از ادبیات و فرهنگ ایران که بیشتر باید بگیم ادبیات عامه مردم است، ادبیات مردم کوچه و بازار است و بنابراین این ادبیات رو تا زمان ما کمتر بهش توجه شده بود و چون نقالان هم مردان حافظه و گفتار بودن، یعنی حافظه های خیلی قوی داشتن و گفتار رسا و خیلی پرمایه داشتن و به چمخانه کارهای گفتاری و
اینها بسیار وارد بودن، می آمدن در قهوه خانه ها و در جاهای عمومی و برای مردم نقل می گفتن. و بیشتر نقل ها هم نقل داستان های پهلوانی بود، داستان های شاهنامه بود. البته لابلاش گاهی شعر مولوی هم می خوندن برای اینکه چاشنی داشته باشه سخنشون از سخن عرفانی، و چیزهای دیگری هم پند و اندرت و چیزهای دیگری هم در کار. ولی عمدش داستانهای پهلوانی بود که این داستانهای پهلوانی که نقالانی گفتن اینها با شاهنامه این همان نبود، به اصطلاح به تعبیر انگلیسیش آیدنتیتی نبود بینشون با شاهنامه، بلکه هسته و جوهر اصلی این داستانهایی که نقالانی گفتن شباهتی داشت، شباهت عمدهی داشت با داستانهای پهلوانی در شاهنامه. ولی شاخ و برگ بسیار زیاد داشت و بعضی وقتا هم روایت ها با شاهنامه تفاوت پیدا میکرد، اصلا یه چیز دیگه میشد، یه نتیجه دیگری یا یه روند دیگری پیدا میکرد. این بود که اینها بیشتر مردان حافظه بودن و اغلب بی سواد بودن، یعنی سواد خواندن و نوشتن نداشتن و ضرورتی هم برای نوشتن نمیدیدن، چون اونها مردان حافظه بودن و می آمدن و در جمع عمومی اینها نقلشون رو می گفتن و مردم هم لذت می بردن، بالا می شدن می رفتن دنبال کارشون. مردمی که نمی تونستن با چشمشون ببینن کتاب های چاپ شده یا خطی نوشته شده شاهنامه رو و داستانها رو بخونن، به اصطلاح بله در باره رودکی صحبت کنم، دخترم هی حس و جوش میخوره میگه که در باره رودکی من چون اونجا میگفت نری بالای منبر از دری سخن بگی و یه چیزی بگی به من هشدار میدم، ولی من حالا گمون میکنم این صحبتی که میکنم برای دوستان هم بیفایده نباشه. به هر حال حالا ما از این نقالان که بی سواد بودن، این سواد خواندن نوشتن نداشتن، ما سند کتبی چندان چیزی در دست نداریم. در تمام تاریخ ایران سه تا به دست اومده و که خطی نوشتن، و این سه تا دو تاش قبلا منتشر شده بود در سالهای گذشته، در همین دوره نزدیک به دوره ما دو تاش منتشر شده بود و سومیش هنوز به صورت چاپی منتشر نشده. نسخه خطی این رو این نقال سومی همشهری من بود، مرشد عباس زریری اصفهانی بود اسمش، و این مرشد عباس مرد حافظه، دارای حافظه نیرومند و قدرت بیان بی نظیر بود که خوب خوشبختانه قسمتی از اجرای رستم سهرابش رو هم ضبط شده و همراه کتابی که فردا رونمایی میشه کتاب ایشون هست، اون نوار هم به صورت چیز پیوسته همون کتاب، خودم نبودم تهران نمیدونم سیدیش کردن چیکارش کردن، به هر حال همراه کتاب هست و صدای بسیار بسیار شنیدنی و زیبای ایشون رو در بیان داستان میشنم. حالا ایشون از خودش اون دوتای قبلی گفتم که قبلا منتشر شده، یکیش در یک جلد به نام هفت لشکر عنوانش هست، چون قدیما جنگای پهلوانی رو به طور کلی میگفتن جنگ هفت لشکر، تو زبان گفتاری مردم هم هست، یه جا که خیلی شلوغ باشه و جنجال باشه میگن چه خبره جنگ هفت لشکره، و این یادگار اون چیز قدیم. به هر حال یکیش به نام هفت لشکر هست که آقایان مداینی و یکی دیگر یادم رفت در اسمش، دو نفر ویراستار اون رو ویراستن و نسخه خطیش در کتابخانه مجلس، اون مجلسی که یه وقتی اسمش مجلس شورای اسلام ایران بود، مجلس شورای ملی بود، حالا مجلس شورای اسلام گفت، کتابخانه ای داره و در اون کتابخانه نسخه خطی این پیدا شده و این آقای مهدی مداینی و اون دوستش آمدن و این رو ویراستن و در یک جلد به نام جنگ هفت، به نام هفت لشکر، نه جنگ هفت، خود هفت لشکر، این رو خیلی سال پیش منتشر. خب این یه متن نقالی است. دومیش رو که آقای دکتر سجاد آیدنلو استاد دانشگاه ارومیه یا ارومیه اگر گفتم، یا رضاییه چیزای خیلیش
اسم اخیرش رضایی چیز کنن، دانشگاه آزاد ارومیه، ایشون استاد اونجا است و جوان بسیار بسیار ارجمندی از نظر کارهای پژوهشی کرده است و نسخه خطی یا دست نوشته یک تومار نقالی رو، چیزای نقالی رو بهش گفتن تومار، چون قبلا به صورت لوله ای بود می نوشتن و دست می گرفتن باز می کردن می خوندن، ولی این اسم تومار روش مونده، حالا ولی که الان به صورت صفحه است ولی بازم میگن تومار. و به هر حال ایشون تومار این نقالی رو اون دوتایی که گفتم تصحیح روش کردن، نسخهشون مال زمان صفویان بود، مال زمان شاه سلطان حسین صفوی بود به دست آمده بود و آقای دکتر آیدنلو نسخه خطیش که پیدا کرده و در کتابخانه زنده یاد استاد مینوی به دست آورده، این مال زمان قاجار است، نه ببخشید مال زمان ناصر، نه اون یکیش به هر حال مال زمان شاه سلطان حسین صفوی، یکیش مال زمان قاجاری است به هر حال، این دوتا منتشر کرد و دیگه سومی پیدا نکرده تا کشف کردیم در شهر خود من اصفهان که سومی هم در کار است. و این سومی عرض شد حضورتون که کار تومار نقالی مرشد عباس ظریری بود که او خودش، من پای نقلش مکرر میرفتم، مینشستم تو قهوه خانه، گویی که سنخیت نداشتم با قهوه خانه روغا که غالبا کارگران روزمزد، کارگرانی که روز کار میکردن عصر خسته بودن، میامدن تو قهوه خانه میشستن، قهوه خانه ای بود در خیابان چهارباغ اصفهان به نام قهوه خانه گلستان، کافه گلستان، جای مصفا و خیلی قشنگی بود، می آمدن کارگران ساختمانی، بنا، نقاش، اله، اینا می آمدن می نشستن و مرشد برای اینا نقل می بود، چای غلیانشون بود و نقل هم بود، سرگرمی خیلی دلپذیر. به هر حال قبلا خبر ما داریم، استاد بزرگ من زنده یاد جلال الدین همایی که حتما آوازه فضیلت ایشون رو شنیدین و کارهاشون رو دیدید، ایشون نقل میکرد، میگفت که باید نقالی رو میخواست توصیف کنه، میگفت باید بودید و میدیدید که شبهای ماه رمضان در قهوه خانه ناظر و قهوه خانه اشرت خسرو آقای اصفهان، دو تا از قهوه خانه های معروف دوره قاجار بوده است، در این قهوه خانه ها مرحوم حاج مرشد عباس اصفهانی، که البته اون حاج مرشد عباس اصفهانی کسی بوده چند نسل از مرشد عباس مورد بحث ما دورتر عقبتر، و اون حاج مرشد عباس اصفهانی در اون شبهای ماه رمضان در این قهوه خانه ها نقل می گفته، در نقالی شبهای رستم، شبی که میرسن به شب رستم سهراب، شبی که قسمت رستم سهراب گفته میشه و سهراب کشته میشه به دست پدر، این شب شب خیلی مهمیه، زورخانه رو چندان قهوه خانه رو آذین میبندن و گل و چون فرش به در دیوار آویزون میکنن و خیلی هنگامه میشه اونجا و مردم هم جماعت زیادی میان و در اون قهوه خانه حضور پیدا میکنن و پای نم میشنن، به خصوص شبهای سهراب کشی. و استاد همایی میگوید که باید میبودید و میدیدید که در شبهای سهراب کشی مرحوم حاج مرشد عباس اصفهانی خودش میگفت که من در این شبهای سهراب کشی از مردم یک من عشق میگیرم و یک دامن زر، یعنی مردم طلا میدادن، پول میدادن بابت این شبهای سهراب کشی. به هر حال پرگوی نکنم زیاد، این داستان حالا رسید به نوبت سومی که هنوز کسی چهارمی سراغ نداره یا من ندیدم جای کسی ذکر کرده باشه، اگه پیدا بشه خیلی غنیمته، ولی این سومی فعلا آخرین شده است و این سومی توماریست باز باقی مانده از همین مرشد عباس ظریری اصفهانی که از 1350 من با ایشون آشنا شدم، حدود 1350
قهوه خانه هم بعد میرفتم و بعد بهش گفتم تو چی کردی و فلان، رو شرح داد که من تومار رو نوشتم، چون اغلب اینا همطور که گفتم بی سواد بودن، نیازی هم به نوشتن نمیدیدن، با مردنشون هرچه بود اگه کسی به خاطره سپرده بود به حافظه بود، اگه نبود از بین رفته بود. علی مرشد عباس به فکر افتاده بود و جالب اینه بدونی که خودش برای من تعریف کرد که تا 40 سالگی خواندن و نوشتن بلد نبوده، بی سواد بوده به کلی، ولی نقالی میکرده و تمام این داستانها رو بیان میکرده و میگوید که در 40 سالگی پیش این پیش اون مدرسه هم نرفته. و حالا اگه کتابش رو ببینید، یادم رفت که صفحه های زیراک شداش رو بیارم نشونتون بدم، که اصلا باور کردنی نیست که این خط یه آدمی باشه که تا 40 سالگی خواندن نوشتن اصلا بلد نبوده. این خط چقدر پخته، چقدر زیبا، اصلا حیرت میکنم. به هر حال ایشون، من بعد از قهوه خانه رفتن و آشنا شدن با ایشون گفتم که چیکار کردی و خودم اینا، اشاره کرد به همین تومارش و همین یادگاری که من ازش به جامونده، گفت آره نوشتم اینا رو هست الان و فلان اینا، گفتم میشه من ببینم، گفت بیام قدم تو به چشمه. رفتم خانه شو و دیدم و حیرت کردم، خوشکم زد به اصطلاح که آدمی که میگوید تا 40 سالگی بی سواد بوده خطش اولا این باشه، و بعدم یه چنین کتاب عظیمی، کتابش 30 در 40 هست، نیم ورقی های قدیم، 30 عرضش 30 سانتیمتر و طولش 40 سانتیمتر و 999 صفحه این کتاب حجم داره، یعنی آخرین صفحهش 999. حالا من این کتاب رو دیدم و بعد بهش گفتم که خب زیرا رو کردم کتاب رو دیدم خیلی ارزشمنده، گفتم اجازه میدین که من این کتاب رو ببرم کار کنم رو شکلات، گفت نه هر کاری میخوای بکنی بیا همینجا و حاضر نشد کشته. خب حق هم داشتیم، مثل فرزندش بود در واقع، ورتر از فرزند این بود که به من اجازه این که کتاب رو برم و من مکرر میرفتم خانهش و خب از نظر حفظ ناموس و فلان اینها یه اتاق کوچکی دم در درست کرده بود، گذاشته بود مخصوص مراجعان و این گفتنیست که ایشون پزشک سنتی هم بود، یعنی حکیم باشیه گیاهی و دارویی گیاهی هم بود و تو همین اتاق کوچولویی که دم درش بود نشسته بود قفسه هایی بود پر از انواع داروهای گیاهی و مردم میرفتن پیشش و معالجه میکرد و خیلی بین مردم هم خیلی از این لحاظ هم جدا از نقالی شهرت داشت و خیلی علاقمند بودن بهش و هر شاید که خب مهارتش و اطلاعاتش هم همینطور سنتی سینه به سینه به در به سر یاد گرفته بود زیاد بود، به طوری که یکی از روزا که رفتم به دیدارش گفتم مرشد قبل از هر چیزی امروز میخوام یه خبر تازه پزشکی که همین امروز صبح از رادیو شنیدم براتون بگم، شاید براتون جالب باشه. گفت بگو. گفتم که رادیو صبح در برنامه خبر صبحش میگفت که پزشکی به نام دکتر بارنارد در آفریقای جنوبی برای اولین بار قلب یک انسان رو به قلب انسان دیگری پیوند زده. بلا فاصله سرش رو داشت کن نمیشه بدن رد میکنند. یعنی میخوام بگم که توجهش به میزان ها و معیار پزشکی چجوری بود. موردم همون شد که اون گفت و بعدها خب کارهای دیگری کردن و پزشکان دیگری تونستن پیوند. حالا از این مقوله بگذاریم. به هر حال گفت هرچی میخوای بنویسی همینجا بیا بنویسی. و من با قرارهای قبلی میرفتیم در همون میرفتم در همون اتاق کوچک دم در که غریبه ها راه داشتن بیان بیرون از خانواده بود مینشستم و از روی این کتاب مینوشتم، فصل به فصل مینوشتم که بعد در زمان خودش هنوز من موفق نشدم که چیزی منتشر کنم و بهش نشون بدم و بعد که فوت کرده بود من توی برخی از نشریات، اول در برخی از نشریات چاپ ایران، چاپ همون اصفهان خودمون و بعدم چاپ تهران اینا بخش‌هایی از این رو که نوشته بودم و کار کرده بودم روش بیراسته بودم منتشر کردم و بعد بخش رستم سهرابش که این همه مورد توجه است
یک جا انتشارات توس در تهران در سال 1369 داوطلب شد که رستم و سهراب رو یک جا در یک جلد جدا از همه کتاب منشته کنه و کرد این کار. بنابراین شما یه جلد رستم و سهراب نقل مرشد ضریری رو در انتشارات توس هم میتونید سراغ بگیرید. بعد خودش که خب فوت کرد، من وقت به وقت چی میکردم و در همون نشریه های چاپ اصفهان و بعد هم در نشریه های تهران، هنوز به خارج پامون باز نشده بود و تماسی نداشتیم برای اینکه در نشریه های خارج از ایران نشد، ولی در اصفهان و در تهران من بخش هایی از این رو منتشر کردم. رستم سهراب هم که گفتم که توس منتشرش کرد. اون کسابه که بر من فرستدیم درست کنید توضیح بدیم درباره آقای رحمانوف. رحمانوف استاد بهتره، من بدر میاد از این اوف بهتره همونطور که خودش هم این روزا میسته رحمانی بنویسیم یا بخوانیم. رحمانی هست. خب از وقتی که روسا اون منطقه رو در واقع تأثیر گذاشتن روش، این نام خانوادگی های اونجا همه یه اوف به پایین پایانش چسبید. ولی بشین که آره همین میخوام اونجا رو هم بشنم که بتونم از اون طرف ببینم. این که پرسیدید بله من پسند اسماشون بالمن شد اوف به خودشون اوف چسبوندن و تا امروز هم اکثرشون باقی است. ولی این دوست من آقای دکتر روشن رحمانی از مدت ها پیش، به خصوص از وقتی که اون مجموعه تماهیر شوروی فرو باشه، بله این شخص کراوات دار ایستاده است رو به ما، جمعیت روشون به اون طرفه، ولی این مثل به خواسته میدونه سکس شما در بریزوین خان ببینیم به جایی که پشتش میشه روشو از این بر کرده. به هر حال ایشون هنوز هم خوب نسبتا جوانه ولی استاد دانشگاه دولتیه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است و کارهای پژوهشی متعددی کرده است و من به همین همایش رودکی دعوت شدم. بوده ایشون در دخیل بود در اون دعوت در 1180 سال رودکی رو جشن گرفتن در همون شهر رودک زادگاه رودکی. من رو هم دعوت کرده بود ولی من در این موقعیت بودم که نمیتونستم برم. اسفاسم گرچه قبلش در چیز برای هزاره شاهنامه نه به اون شهر و محل ایشون بلکه در خود دانشگاه دولتی شهر دوشنبه برای هزاره شاهنامه من رفتم. به هر حال ایشون خیلی فعاله و من غیر از باشنامه حضوری که اونجا پیدا کردم باش در مکاتبه ها و پیام هایی که با هم رادر میکنیم من با کارهاش آشنا شدم و در این موردم خیلی خوشحال شد هم خودش هم دوستانش کسانی که این تدارک اینجا دیده شده است و تا جایی که تونسته کمک کرده در این مدت هم پی در پی پیام هایی که من خدمت آقای نکویی فرستادم اینها رو هم تصویری هم صوتی موزیک و تصویرهای مختلف که خب باعث شد که ما امروز اینجا یه مقدار در واقع این فاصله مکانی فاصله زمانی که خب به هر حال نیست همزمان هستیم ما هم ولی فاصله مکانی منم از این بره و ما بتونیم به هر تقدیر تصویرهای اینها و موزیک اینها کارهاشون رو ببینیم. اینه که حالا اگر دنبالش رو چیز کنیم چیزی به نظرم برسه میگم. در مورد این استاد امیرزاده یا آقاخانی هم توضیح میدم ایشون سمت چپی درسته؟ نه من نمیشناسم. چون این تصویر بود که شما فرستادید برای من بیدخی اولین شده آن صبحانه امیرزاده و نه من نمیشناسم. بعد این یه سری مراسم و جشنایی هست که من نمیدونم این عکس برگردونی لطفا این عکس که قبلن نازم نام این خیلی شباهتی به من داره ولی دمونه میلایی که آقای رحمانوف استاده بود و فکر میکنم
اینجا شهر پنجکنده دیگه. بله، همون ناحیه پنجکند. رودک یکی از ناحیه‌های، یکی از شهرهای چیز هست که رودکی نام اون شهر رودکه بخصوص که یکی از بخشی از همون پنجکنده. اینجا که ظاهرا مراسم و جشنی هست که بله، این همون جشن چیزه، 1189 سال. خب اینجا میتونیم کلاسیم تصویر از لباس های سنتی اونا رو هم ببینیم، لنها و مرداشون هر دو. جالبه که چرا خط فارسی رو اینا کنار رو بشنیم؟ این شعبه به حسوس رسی درست کردن و تاجیکستان هم یه بخش از اونا بود، ازبکستان، تاجیکستان، بقیه تمام اینا 16 تا بودن به سیگه مطرحشون. اینها به خاطر اینکه فرهنگ خودشون رو، یا حالا بگیم فرهنگ سیاسی و حزبی خودشون رو القا بکنن و چیز بکنن، نگه دارن رو تمام این مناطقی که در واقع چیزی شبیه مستمره خودشون بود، اینا این خط رو اجباری کردن که خط ها همه تغییر کنن. تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، تمام این اسلام هایی که ما اون راهش اسلام داریم دنبالش، اینا تمام خطای اغلبشون فارسی بود. اتفاقا خطاشون اغلبشون فارسی بود، چرا که همون نفوذ فرهنگی و اجتماعی رو ایران تا قبل از نفوذ کمونیست‌های روسی، ایران اون نفوذ رو داشت و خود ارتباط فرهنگی، شعر، ادبیات، همه اینا تحت تأثیر شدید ایران بقیه همسایه کامش. حالا ظاهرا جمهوری های مستقل هستن، خط خط سیریک، حرف اول آخر رو نمیزن. و اگر کسی فارسی میخونه و مینویسه، این آموزش اضافی رو بعدیه کرد، یعنی نسلهای پیرشون که خب توی اندازه بلد بودن فارسی، ولی نسلهای جوانشون ندید، بلد نبودن، مگر اینکه این همتی که این سالهای اخیر کردن و نظیر همین آقای رحمانی که تو دانشگاه هاشون هم خط فارسی هم هست و کتاب ها و کتاب خانه هاشون هم همین چیز هست. همین کتاب چیز که صحبتش بود، الان خواستم صحبتش رو بکنم، وقت نداشتیم. این کتاب رو که الان در 5 جلد در تهران داره منتشر میشه، همین فردا رو نمایش هست، برای رحمانی من تصویر روی جلده 5 جلد رو فرستادم. رحمانی اظهارات کرده بود و اقرار گویی کرده بود، گفته بود تو کاری رستمانه کرده اید برای نیرایش این کتابی که خب 50 سال طول کشید نیرایش شد. حالا این مسئله خط که گفتین، این داستانش و خب من خودم بسیاری از آثار اونها رو میخواستم استفاده کنم. این تازگی باب شده که آثاری که به فارسی هست، مثل همسنبال روبکی و فلان، مثالهای اخیر باب شده که به فارسی هم چاپ بکنن. اونجا قبلش من سیریلیک بود و اونجا میرفتیم مینوش عنوانش که یا به خط لاتین یا هرچی که خط دیوان رودکی مثلا، ولی وقتی میدید سر میز میرفتی که دیوان رودکی رو باز میکردی میدیدی هم به قول بچه ها خرچنگ اوراقه سریلیک بود که برای ما غریبه بود و در نتیجه نمیتونستیم ازش استفاده بکنیم و خیلی بعد دیگه دوباره رواج پیدا کرد. حالا هم کامل نه، الان دفتر و دستک اداری و رسمی و روزنامه‌های رسمیشون و همه اینا باز به همون خط سریلیکه و فقط یواشه که پاورچین این استادای زبان فارسی و مثل همین آقای رحمانی اینها دارن اصطلاح گویششون شبیه همین فارسی تو ایران و در شهرهای ما در ایران ما نمیگیم کار رستمانه. نه، مثلا تاجیک ها حرف میزنن ما متوجه میشیم، ولی لهجهشون کاملا فرق میکنه. منظورم اینه که آیا در زمان رودکی هم همین گویش فعلی تاجیکستان رو داشتن؟ یعنی به احتمال قوی ریشه های همین گویش فعلی شون در زمان رودکی هم بوده، ولی با فارسی فرق ساختاری نداشته. فارسی چنان که خود شعر رودکی هست هم میخونه ما و به هر حال
ما ضبط صبح این مهنه باشه. خب نبوده در مزامن که ما بدیم چی دقیقا خلق کنه. نه نه مرکزی هست؟ نه، هیچ چیزی که بتونه اینو ثابت کنه وجود نداره. این فقط میتونه خیال بافی کنیم. هیچ چیزی که سند باشه ما بتونیم با مستند در بارش صحبت کنیم، نه نداریم. این ها فقط لحجه ما ایرانی ها هست که به این شکل، ولی مثلا افغانستان، تاجیکستان، اما به اینا اون حالت لحجه شبیه افغانی رو دارن که فکر میکنم که معتقدن اصل زبان فارسی اونجوری بوده. خب دیدم اینقدر چرف و آچرف داشته اینا ها که الان نمیشه واقعا خط مستقیم رو. افغان ها کهنه تر زبانشون هم نسبت به تاجیک ها هم نسبت به ما. الان شما از رادیو گاهی وقتا چیزهای افغان رو میشنوید سخن گفت. سوالی فرمایید. آره خواهش میکنم. وقتا من پشتم به شماست اینجور ناراحت هم برای آره بگیم پانوراما یه نگاه گسترده، نه چیز نیست، اقراگویی نیست، واقعا با یه نگاه گسترده که رودکی یک سر مسئله باشه، حافظ و دیگران هم سر دیگر مسئله باشن و این دقتی که ایشون کردن، این من اقراگویی نمی کنم، اگر اعتقادش نداشتم نمی گفتم. و اینه که واقعا ستودنیه، بسیار بسیار ستودنیه و من از دوستیه با ایشون که اینجا در استرالیا اتفاق افتاد خیلی خوشحالم. و اینکه خب دانش آموخته خیلی دقیق و دلسوز زبان و ادبیات فارسی که چه در زادگاه زبان فارسی نیستن، الان اینجا در قربت و در دوری هستن، ولی قربت رو به ریشخند گرفتن. ایشون هم مثل خیلی از ایرانیان عزیز، من اگر وقت بود میخواستم که اتفاقا مقداری از کوشش های فرهنگی ایرانیان رو در خارج از ایران به ویژه در کشورهای غربی اروپا و آمریکا براتون بیان کنم، یه نمونهش هم آورده بودم که نشون بدم، ولی وقت نیست متاسفانه. ولی سربسته و خیلی کوتاه میتونم بگم که ایرانیان با کارهایی که کردن به ویژه در این 30-40 سال اخیر، با کارهایی که در اروپا و آمریکا به خصوص کردن، استرالیا کمتر چون دور بوده و پرت بوده یه مقدار چیز، ولی به ویژه کسایی که مهاجرت میکردن اغلب راهی اروپا و آمریکا بودن و در کشورهای مختلف اروپایی ساکن شدن و در بخشهای مختلف ایالتهای مختلف آمریکایی، و اینها غالبا در اونجاها چنان نقشی، خواهش میکنم بفرمایید، چنان نقشی از خودشون به جا گذاشتن که اصلا قابل تصور نیست. یعنی کارهایی که اینا کردن، الان یه مجله هست من خواستم به شما معرفی کنم که وقت نیست، مجله خیلی مجله ایرانی ها منتشر میکنن، در استرالیا من تا کنون ندیدم که یه مجله ادبی فارسی جدی و قابل اعتنا که مثلا سند باشه، سند داشته باشه، منتشر کرده باشن. در استرالیا من ندیدم، این چند تا روزنامه تقلیدی و فلان اینا رو کنم، ولی مجله مجله تحقیقی من ندیدم. ولی در اروپا و آمریکا فراوانه، هم به خود زبان فارسی مجله و نشریه منتشر میشه و هم به زبان انگلیسی. ولی در مورد ایرانیان استادیز چندین ارگانیسم، چندین نهاد و سازمان هست که مجله هاشون عنوانش ایرانیان استادیز مختلف هم و مدیران و سندرکاران مختلف هم، ولی عنوانش همش ایرانیان استادیز که یکیش تو همین کیف من هست الان که آقای دکتر چیه؟ اسمشون رو الان آره منتشر میکنن در آمریکا. اینا تعداد زیادی هستند و خب هم به فارسی هم به انگلیسی و خیلی تاثیرگذارند و چیزهایی هستند. الان من از مجله بررسی کتاب تو کیفم بود میخواستم معرفی کنم که دو زبانی هست، ولی بیشتر یک زبانی صحنه عمدهش فارسیه و این رو یکی از دوستان خیلی فرزانه من آقای مجید روشنگر در لس آنجلس منتشر میکنه، صورت فصل نامه هست، هر فصل یه دونه در میاد و الان به
نمیدونم سال چندم رسیده، خیلی ساله که منتشر میکنه اینا و مرتب کاملتر شده و تکامل بهتری پیدا کرده تا الان، که مجله ایست که الان نظیرش خود ایران نیست و منتشر نمیشه. یعنی ما در واقع اینو انتقال اصلا فرهنگی و فکری پیدا کردیم، کل فرهنگمون اومده در بیرون از ضرورت زمان و وضعیت که بوده است. اینه که نظیر مجله چیز یه مجله در تهران داریم به نام جهان کتاب، خب مجله خیلی خوبی است، اما این بررسی کتاب باز فضیلت داره و جهان کتاب. من یه شواب میکنم برای شواب شروع کنه از سالنامه و فصلنامه و برای تو بزنیم ماهنامه. بله خب کوشش و همت میخواد کوشش و همت میخواد و اینا پشتیبانی شما خواهش میکنم. نه یک روزه و دو روزه نیست این مجله بررسی کتاب که الان در خود استرالیا تعدادی مشترک داره و خب من چون همکاری میکنم، همکاری قلمی میکنم، من به عنوان مشترک مثلا حق اشتراک بدم نیست، برای من رایگان میفرستم مجله رو، ولی تعدادی در استرالیا مشترک داره که میخرن مجله حق اشتراک میدن و آقای هست به نام مثل که شیخ الاسلام یعنی چه لقبی داره در همین نیوسا در نیوسا فلز و ایشون مجد نمایندگی مجله رو داده به ایشون و ایشون یک جا تحقیل میگیرن اون تعدادی که در استرالیا چیز هستن مشترک هستن و بعد با پست داخلی پست میکنه برای نه نه این بررسی کتاب هستش و عنوانش از بررسی کتاب، یعنی در اصل قرار بود دیگه یه مجله باشه که کتاب‌های تازه منتشر شده رو معرفی کنه، ولی از حد خودش تجاوز کرده و الان چه خوبه که همه تجاوزها اینجور بود از حد خودش خارج شده و الان تبدیل شده به مجله فرهنگی بسیار سنگین درجه اول و پر از مقالات خواندنی، پر از راهنمایی‌های ادبی و فرهنگی خاص. همین مطلبی که من خواستم بهش اشاره کنم امروز شرح یک قصیده ای هست از برای آقای چیز میتونه جالب باشد آقای عزیزی، شرح قصیده ای هست از شاعری به نام سیف الدین فرغانی، که این سیف الدین فرغانی چند قرن بعد از رودکی و نزدیکتر به زمان ما در زمان مغول ها اواخر زمان مغول ها بوده و در فرغانه که یه نقطه از همون مناطق شمالی بوده است، دقیقا نمیدونم امروز انتباه با کدام ایالت ها کجا پیدا میکنه، داخل ایرانه یا خارج از ایرانه، الان خارج الان بعد به هر حال این اهل فرغانه بوده و بعد حمله مغول ها چه اتفاق میفته، مصیبتی که راه میفته و این خونریزی عظیم و این کشتازی یک بار حرفی میکنم این حافظه چیز شما خانم خیلی خوبی دارید با شما کاری نداره، بعضی امشب باید بیرون بخوانم بله این سیف الدین فرغانی این مصیبت حمله مغول ها رو که میبینه چنان متاثر میشه که از سر از پا نمیشناسه و خودش رو به اصطلاح چیز نفس خودش رو تسلط بر نفس خودش رو از دست میده و با اون توانایی بسیار زیادی که داشته چکامه ای میسارای بر از مذمت مغول ها و شرح مصیبت که تمامش ردیف تمام اون چکامه بلند هست نیز بگذارد. این در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوی سگان شما نیز بگذارد. بعد این تحقیقی که من اینجا منتشر کردم این بود که این نیز بگذارد ما از کجا آوردیم، که من به این نتیجه رسیدم که ما از سیف فرغانی گرفتیم و الان توی جامعه ما تو بازار میری هر جا میری میبینی روی سنگ، روی چوب، روی طلا، حتی روی نقره، روی طلا این نیز بگذارد. یعنی این یه ندای تاریخی است که این نیز بگذارد،
به کس خاصی هم اشاره نداره و به اصطلاح دام به تله هم نمیده، نمیگه که مثلا حسن دوره تو بگذرم، محمد دوره تو بگذرم، یا هیچی حرفا نیست. همینطور میبینید همه جا تو بازار این نیز بگذرد جلوی پیشخانشون. این مسئله من تحقیق رحیم بود که ریشه این نیز بگذرد کجا بود. بله، یا شاید دلخوشونه که دلخونه کنه ممکنه باشه. من پیشنهاد میکنم همین تعدادی که هستیم تا آقای دکتر اینجا نشستن بیاین یه عکس بگیریم باهاشون. آقا مازیار اینجا جای خوبیه بله که تغییر بدیم. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم.